همانطور که در ویدیوی قبلی ما با عنوان میترا خدای ایران باستان دیدید، ایرانیان و تمامی پیروان آیین میترائیسم در سراسر دنیا پس از عروج میترا به آسمان همواره در انتظار بازگشت او بودند. روز ششم ژانویه هر سال با نام لاتین اپیفانی و نام فارسی خاتشویان در بسیاری از کشورهای مسیحی جهان به خصوص در اروپای غربی و امریکا یک روز تعطیل رسمی می باشد. مسیحیان در این روز دیدار سموق شرقی را از مسیح نوزاد جشن می گیرند. سموقی که اولین کسانی بودند که پس از به دنیا آمدن عیسی بر بالین او حضور یافته و او را پرستش کردند. سه مجوس شرقی، سه پادشاه مقدس و سه مرغ فرزانه نام‌هایی هستند برای سه ایرانی که بر اساس انجیل برای عرج نهادن به عیسی به دیدارش شتافتند و برای زادروزش زر، گیاه کافور و کندر به ارمغان بردند. این داستان در داستان تولد عیسی مسیح نقش بسیار مهمی دارد. بر اساس انجیل متا این سه مرغ اولین شخصیت‌های مذهبی بودند که پس از تولد عیسی بر بالین او حاضر شده و عیسی را پرستش کردند. در نوشته انجیل ذکر شده است که آنها از شرق آمدند و گفتند که آمدند مسیح پادشاه یهودیان را پرستش کنند. لغت یونانی مورد استفاده شده در انجیل متا با نام مجوس است که از ریشه پارسی به معنی روحانی زرتشتی است. از این ستن به نام‌های لهراسب، جاماسب و گشتاسب یاد شده است. نام‌های دیگری که در زبان‌های غیر از پارسی در متون مسیحی بدان اشاره شده عبارتن از کاسپار، ملکیور و پالتازار. در انجیل متا باب دو چنین می‌خوانیم: و چون عیسی در ایام هرودیوس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت، ناگاه مجوسی چند از مشرق به اورشلیم آمدند و گفتند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است، زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. و به خانه در آمده طفل را با مادرش مریم یافتند و او را پرستش کردند و ذخایر خود را گشوده هدایای طلا، کندر و کافور به وی گذرانیدند. و چون در خواب وحی به دیشان در رسید که به نزد هرودیوس بازگشت نکنند، پس از راه دیگر به وطن خیش مراجعت کردند. محل دفع مغ‌ها به صورت کامل مشخص نیست، ولیکن دو محل مختلف به صورت کلی محل دفن آنان در نظر گرفته می شود. مارکوپولو در سفرنامه خود نوشته است که او از مقبره سه مغ در ساوه در جنوب تهران در سال 1270 میلادی بازدید کرده است. مارکوپولو که در سفر خود از تبریز به خلیج فارس از ساوه گذر کرده بود، در آنجا درباره حکایت سه مغ تحقیق کرده بود و نتایج دیده‌ها و شنیده‌های خود را در فصل 8 سفرنامه خود آورده است. او در کتاب خود میلیون جلد اول آورده است که ایران کشور بزرگی است که در ایام قدیم بسیار پرشکوه و نیرومند بوده، لیکن اکنون تاتاران آن را ویران و نابود کردند. شهر ساوه که مساوی است با ساوه امروزی در ایران است، که از همانجا سه مغ بشارت دهنده عیسی مسیح برخاستند. ایشان اینک در آن شهر در سه یادمان زیبا و بزرگ کنار هم مدفون هستند، در حالی که اجسادشان با موی و ریش بازمانده بر آنها هنوز باقی است. هلنای مقدس، مادر کنستانتین امپراتور روم که بسیاری از رسوم و مناسک و آیین‌های مسیحیت به او منسوب است، در سفری زیارتی که در پایان زندگی کرد بقایای جسد سه فرزانه را کشف کرد، با خود به آسیای صغیر برد و به کلیسای بزرگ قسطنطنیه سپرد. استخوان‌های مقدس در قرن پنجم به میلان منتقل شدند و چند قرن بعد در تابستان 1164 میلادی به شهر کلن اهدا شدند. شهر کلن که تا آن زمان از نظر آثار و موارث دینی فقیر بود، برای بقایای استخوان‌ها ذریحی زرین ساخت و به شکرانه همین موهبت در سال 1248 میلادی در کلن سنگبنای کلیسای پرشکوه نهاده شد که گفته می‌شود امروز پس از سن پتر واتیکان دومین کلیسای بزرگ جهان است. از آن پس کلن به زیارتگاهی معتبر برای پیروان آیین مسیح بدل شد و توانست در رقابت برای جلب زائران که در سده‌های میانه مهمترین منبع درآمد و مایه رونق شهرها بود، جایی ویژه کسب کند. بعضی از ویدیوهای ما که در یوتیوب مجوز پخش دریافت نمی‌کنند را می‌توانید هم اکنون در وبسایت ما تماشا کنید.
سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.